شماری از سناتورهای کنگره ایالات متحده روز دوشنبه 22 مهر ماه در نامه‌ای به باراک اوباما اعلام کردند آنها موافق تعلیق تحریم‌های جدید علیه ایران هستند، اما چنانچه تهران سرعت برنامه اتمی خود را کاهش دهد. عابد فتاحی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایران با بیان اینکه متاسفانه حدود 80% از دریاچه ارومیه به علت بی‌توجهی مسئولان خشک شده است گفت در صورتی که مسئولان برای نجات این دریاچه اقدامی انجام ندهند در آینده کشور با بحران طوفان نمک روبرو می شود. علی اکبر جعفر دهباشی سردبیر و مدیر مسئول مجله بخارا به خاطر انتشار شعری از منصور اوجی به 11 ماه زندان و 2.5 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. روزنامه‌های آرمان، اعتماد و بهار ضمن انتشار گزارش‌ها و تحلیل‌هایی درباره آغاز مذاکرات هسته‌ای در میان بیم و امید به ارزیابی نتایج احتمالی آن پرداختند. روزنامه شرق نوشته است چشم میلیون‌ها ایرانی و سرنوشت بسیاری از تغییرات در ایران به ژنو دوخته شده است.